پدر آجت میتونن دستشون بالا بیارن و یک در استیج قرار بگیرن و پرسش های خودشون رو بپرسن از این دسته خدمت سایی پرسن از این سوال دارم اگر نوبت ببرم اگر از آمد ایداری بپرسن سوالشون رو بعد خدمت شما میرسن. ممنونم آقای آقای رحیمی، من درود دوباره به شما میفرستم. ببینید آقای رحیمی، شما خودتون در صحبتاتون چندین بار مکرر گفتید که تعارف رو کنار بگذاریم، که درست فرمودید جزی از فرهنگ ایرانیه و خیلی صریح باشیم. من به صراحت از شما با یه فکتایی که هیچ هم محرمانه نیست توی همه اخبارم نوشته، نمونه ای رو از اون فکت ها رو گل آقا گفت و من روی اون نمیخوام پافشاری کنم، من میخوام کمی عقب‌تر برم. من مطمئنم شما آقای لورد دیوید الیانس رو میشناسید و بر شما ناپوشیده نیست ایشان. به احتمال زیاد شما حتما مصاحبه ایشون با آقای عنایت فانی در بی بی سی رو که خیلی مصاحبه طولانی و مفصلیه اون رو هم نگاه کرد. در اون مصاحبه آقای لورد دیوید الیانس می فرمایند که هم با آقای بختیار ملاقات کردن قبل از بهمن 57 و هم با آقای خمینی و اطمینان خاطر گرفته بودند از آقای خمینی که یهودیان و کلیمیان ایران مورد ستمی واقع نمیشند و از این صحبت. ببینید اگر ما داریم صریح و شفاف صحبت میکنیم، کسانی در اسرائیل هم که به نوعی درگیر این بودند که این مسیر راحت تری بشه برای تغییر قدرت در سال 57، باید مسئولیت تاریخی خودشون رو بپذیرند که در این گرفتاری که الان به وجود اومده سهم دارن و لحاظا به مناسبت، یعنی از لحاظ تناسب بپذیرند که مسئولیتشون الان چیه. شما در پاسخ آقای اکباتانی خیلی راحت دستتون رو شستید، نشستید کنار، گفتید که اپوزیسیون که باید اونایی که نامه می نویسند و بیانیه می دن، اینا هم که اپوزیسیون نیستن، که من حرف شما رو قبول دارم، همیشه هم این رو گفتم به آقایان به نوبه خودم که یک آدم منفرد ناشناس اسمم هم جایی نیست، ولی صدام رو رسوندم به گوش آقایان، نمونش همین دیروز به آقای اکباتانی عرض کردم. اما شما برگشتید گفتیم ما به دنبال رژیم چنج هم نیستیم. ببینید آقای رحیمی، یه اصطلاحی ما داریم توی فارسی، شما بسیار خوب فارسیتون بسیار خوبه، میگه شتر سواری دولا دولا نمیشه. شما هی از پیمان کوروش صحبت میکنید، بعدم میگیم ما دنبال رژیم چنج هم نیستیم، بعدم از اون طرف یک سخنانی آدم میشنوه که آدم رو اذیت میکنه، که مثلا به دلایلی که حالا بر ما معلوم نیست، یعنی حالا من نمیخوام بگم قطعی بر ما معلومه، میگویند که اسرائیل در منافع استراتژیکش نیست که یه ایران یک پارچه متحد دموکراتیک سکولار دموکرات در خاورمیانه وجود داشته باشه. پس به منافعش هست که ایران دچار این وضعیت باشه، یا اینکه اگرم قرار از این وضعیت عبور بشه، یک ایرانی یک پارچه متحد سکولار دموکرات بر مبنای حقوق بشر مورد پسندش نیست. اینجاست که سوال آقای اکباتانی مهمه. شما خواهش می‌کنم همونطور که گفتید شفاف بی حاشیه رفتن پاسخ ایشون رو بدید، چون ما مسئولیت تاریخی داریم. شما فرمودید که تأکیدتون مکرر بر روی پیمان کوروشه که مورد پسند همه ما هست، همه ما طرفداران سکولار دموکراسی در ایران، ولی از اون طرف نمیگید که با این رژیم نمیشه به اون پیمان کوروش رسید، این میشه شتر سواری دولا دولا. بنابراین و اسرائیل هم کمکاری هایی کرده که شما باید مسئولیت اون رو بپذیرید.
اگه بپذیرید بعداً میشه دیالوگ کرد بین شما و مخالفین جمهوری اسلامی. سپاسگزارم. دوستان من نمیخوام نوبت کسی رو بگیرم، اگر کسی میخواد صحبت بکنه یا اینکه به هر حال پروانه مشکلی پیش اومد برای شما. نمیگم من نمیخوام نوبت کسی رو بگیرم، اگر بس این میشه من ورود کنم تا مایک درست بشه. خواهش میکنم. بفرمایید جناب علیزاده. من فکر میکنم یه اشتباهی داره صورت میپذیره، یعنی آقای رحیمی که نماینده دولت اسرائیل اینجا نیستن که آقای علیزاده، ایشان تینک تنک هستن. منده ایشان رو به عنوان تینک تنک مخاطب قرار دادم و صحبت هایی هم که من کردم و سوال من مستحضر به جملاتی بود که حتی پیش از آمدن شما ایشان اینجا بیان کردن. سپاسگزارم. بله ولی میخوام بگم که به عنوان یک تینک تنک ایشون تلاششون اسمش چیه؟ اسم تینک تنک اندیشکده چی؟ اندیشکده پارسی یهود، یعنی بر روی دو ملیتی که در دو جغرافیای مختلف قرار گرفتن دیرینه این دو ملیت با هم دشمنی نداشت، چنان که دیدیم انبیاء اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل چند تاشون در ایران دفن هستن و دیدیم که همون در جنگ جهانی دوم وزیر سفیر ایران در فرانسه اون کمک رو کرد. از یعنی از گذشته تا حال رو ایشون داره تلاش میکنه که با ما روابطمون این چنین. حتی در دوران پس انقلاب هم مثال حالا سیراک رو من زدم که اسرائیل به نفع ایران کار کرد، یا مسئله فروش اسلحه هایی به ایران در دوران جنگ. منوچهر قربانت باش. بله منوچهر قربانت باش. در دوران جنگ هم اسرائیل کمک هایی رو کرده بودش به ایران که ایران در برابر عراق تضعیف نشه. ایشون از زوایایی داره نگاه میکنه، منم در واقع از همون زاویه دارم. یه موقع ما میتونیم از وجود همدیگه بهره ببریم، حالا دشمنی ها رو کنار بگذاریم، اما شما تصور بفرمایید جناب محمد، تصور بفرمایید که الان ایشان به عنوان اندیشکده، یعنی یه شخص دیگه، یعنی یه شخص دوغ دولتی باز اسرائیل است، بیان بگن که بله ما روی براندازی نظام جمهوری اسلامی برنامه داریم، نگو این حرفون تا حالا نزده اند، این چنین هاشا و کرنا برقرار هستش بین نظام فخیمه جمهوری اسلامی با اسرائیل، نگفته اند این حرف، یعنی این کلام هیچ از زبان هیچ مقام اسرائیلی در نیامد. عوضش هر از هر جایی که رسیدن اسرائیلی ها گفتن خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، یک نفر در این نظام جمهوری اسلامی نیومد اینو برجسته کنه که آقا ما با یکی دشمن هستیم که نام درست این منطقه رو داره برای ما به کار میبره، برادران عربمون که همه شدن یه خلیج عربی، که این صفات رو در اسرائیل میبینیم که خلیج فارس میگوید از اون طرف اون منافع و برای جنگ در پس و جنگ، در قبل از جنگ، قبل از نظام جمهوری اسلامی، اینه وضعیتمون. فقط شما تصور بفرمایید که بگه یک نفر حتی به صفت شخصی، یعنی به عنوان شخصیت حقیقی نه شخصیت حقوقی، یک نفری به عنوان ایرانی اسرائیلی بیاد بگه که آره ما روی اپوزیسیون سرمایه گذاری کرده ایم آلردی، که داریم سرمایه گذاری میکنیم یا به دنبال براندازی هستیم، بیرون چه اتفاق میفته؟ بیرون چه بهانه ها تست نظام جمهوری اسلامی میرسن؟ من عرضم این هستش، من نه اینکه سوال شما بی ناموجه، شما این پرسش رو میتونید مثلا به آمریکایی‌ها معطوف کنید، آقای آمریکا شما چرا به دنبال براندازی نیست؟ حالا آمریکا گفته من به دنبال براندازی هستم؟ هرگز این حرفو نزد. دشمنی کرده نمیدونم 12 شرط پومپئو بوده، ترامپ اومده از برجام بیرون آمده، ولی شما شنیدید که یک مقام آمریکایی بیاد بگی اصلا یک تینک تنک آمریکایی بگی آقا ما پالیسی ما این هستش که در نظام جمهوری اسلامی برنده پشت پرده شاید دنبال این برنامه ها باشن، ولی یک تینک تنک بیاد بگی آقا من اصلا تأسیس شدم برای این که براندازی کنم، تأسیس شدم که
اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو متحد، یک نفر تو آمریکا پیدا نمیشه. چطور ما این رو از اسرائیل انتظار داشته باشیم و بعد چطور از آقای رحیمی انتظار داشته باشیم؟ سپاسگزارم آقای علیزاده. آقای گلاغان از